فرصت ها رو غنیمت بشماریم، فرصت ها رو فوت نکنیم، از دست ندهیم. فرصت ها با سه دلیل و سه علت فوت می شوند. اولین عامل از دست دادن فرصت ها نخواستن من و توست. وقتی نخواستیم نتونستیم. هر کسی نخواست فرصت رو از دست داده، نمیتونه. نخواستن مقدمه است برای نتوانستن. اگر خواستیم میتونیم. وقتی تونستیم به خدا میگیم خدایا کمکمون کن. میتوانم چون که میخواهم. میتوانم چون که میخواهم خدایا یاریم کن. چقدر زیباست. میتوانم چون که میخواهم. در نتیجه فرصت از دست نمی رود و فوت نمی شود. با نخواستن خودمون فرصت ها رو یک از دست می دهیم، دو با مرگ رسیدن اجلمون فرصت ها رو از دست می دهیم. هر کسی اجلش رسید فرصت از دستش فوت شده. چرا میگن فلانی فوت شد؟ یعنی فرصت های خوب از دست داد. و سه با دمیدن سور اسرافیل. اسرافیل سور و بوق از خداوند گرفته، تحویل گرفته، منتظر اذن خداست و دستور خداست که در سور بدمد. و اگر نفخه واحد، اولین نفخه دمیده شد، اون بهش میگن نفخه فزع، همه انسان ها به وحشت میفتن. دومین دمیدن اسرافیل نفخ صعق است، یعنی بیهوشی. سومین دمیدنش فاذا هم قیام ینظرون، دمیدن قیام هست. همه خلایق در دشت محشر قیام می کنند. رب العزت و جلال متجلی می شود، میزان رو می گذارند پشت سر دنیا، زیر پاد زمینه، از زمین در آمدی. وقتی که سور سوم دمیده می شود، سور قیام است. همه انسان ها لخت مادرزا از زمین بلند می شوند. زمین عوض می شود، آسمان عوض می شود، کوها و زمین در هم کوبیده می شود، آسمان در هم کوبیده می شود، انشقاق پیدا می کند، دیگه متماسک نیست، ضعیف می شود. در اون روز رخداد بزرگی که به ما میگفتن قیامت هست رخ میدهد. ما میگفتیم که از اون دنیا برگشته. با دمیدن سور اسرافیل سومین فرصت از دست میرود، درهای توبه بسته میشود. پس نخواستن یک فوت فرصت هست، عجل هر کدوم از من و تو یک فوت فرصت هست، سور اسرافیل دوباره فوت فرصت هست. و خدا نکنه که ما بیدار نشویم مگر با حضور عزرائیل یا ملک الموت و دمیدن سور اسرافیل. این دیگه خاتمه بدی است، ترجام خوبی نیست. جهنم رو میارن، 70,000 زمام داره، هر زمامی 70,000 ملائک گرفته، ملک گرفته، همینجور میکشنش، به زور میارنش، اونجا مستقرش میکنن. الله متجلی شده، میزان گذاشته شده، زیر پاد زمین، پشت سر دنیا، از دنیا آمدی، جلو جهنم 70,000 ضرب در 70,000 بزن، چند میلیارد ملائک جهنم رو میارن. در سوره ملک گفته شده که خودش رو تکه تکی میکنه از خشم و غضب. اونجا دیگه کسی نفس نمیکشه، همه مات و مبهوتن. لخت مادرزا از قبرشون بلند شدن، کسی توجه به عورت برادر و خواهری که در کنارش نمیکنه، اصلا نمیبینه عورتشون، همه مکشوفه.